نظرسنجی که از سوی مرکز مطالعات افغانستان معاصر زیر نام سیاستمداران با نفوذ در سال 2010 صورت گرفته نشان می‌دهد که 50 نفر در افغانستان در افکارامه دارای نفوذ هستند. این افراد به 3 دسته تقسیم شده‌اند که دسته اول از نفوذ بسیار قوی، دسته دوم از نفوذ قوی و دسته سوم از نفوذ متوسط برخوردار هستند. در این تحقیق آمده است حامد کرزی، مارشال فهیم، محمد یونس قانونی، برهان الدین ربانی، فاروق وردک، اشرف غنی احمدزی، محمد محقق، محمود کرزی، انوارالله قهدی، عطا محمد نور، دکتر عبدالله عبدالله، امرالله صالح، رنگین دادفرس پنتاد، عمر داودزی، بسم الله محمدی، گلاغا شیرزوی، ولی کرزی و دیگران دارای نفوذ بسیار قوی در میان مردم هستند. اما در میان آنها حامد کرزی جایگاه نخست را دارا است و در کنار وی مارشال فهیم و محمد یونس قانونی هر دو مقام دوم را دارند. همزمان با این افرادی که دارای نفوذ قوی در افکارامه هستند، شامل افراد چون عبدالرب رسول سیاف، عبدالکریم خلیلی، اسماعیل خان، سبقت الله مجددی، جنرال دوستم، رمضان بشردوست و دیگران است. اما افرادی که دارای نفوذ متوسط در افکارامه هستند، شامل عبدالرحیم وردک، رحمت الله نبیل، احمد بیزاد، عمر زاخلوال، مسوم استانکزی، عبدالهادی ارغندیوال، کریم خرم، سید منصور نادری، سید احمد گیلانی، محیدین مهدی، شکریه بارکزی، توریالای ویسا و دیگران است. این تحقیق نشان می‌دهد که رهبران مجاهدین و شاخه‌های وابسته به آنها در میان مردم از اعتبار بیشتر برخوردار هستند. اما اعضای حزب دموکراتیک خلق در میان افراد با نفوذ کشور قرار ندارند و نشان می‌دهد که کمونیستان پیشین در حال حاضر کدام نیروی با اعتبار سیاسی در افغانستان دانسته نمی‌شوند. در این تحقیق آمده است که مشاوران و دستیاران حامد کرزی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاثیرگذار هستند و اشرف غنی احمدزی مشاور رئیس جمهور کرزی همراه با وی دومر سخنگوی وی کاملا علنی و خوب معلوم می‌شوند. اما عمر داوودزی رئیس دفتر کرزی و زلمه ایوادمل مشاور وی از شهرت کمتری برخوردار هستند. کارشناسان در این تحقیق گفتند که محمود کرزی که بیشتر به تجارت مصروف است، همراه با عزیزی و تک مالک عزیزی بانک در میان سرمایه‌داران دارای نفوذ بسیار قوی هستند. از سوی دیگر در این تحقیق آمده است که جنرال بسم الله محمدی در نهادهای امنیتی کشور دارای نفوذ زیاد است و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی در سطح نسبتاً پایین‌تر قرار دارد. اما جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع و جنرال رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی نسبت به بسم الله محمدی وزیر داخلی کنونی از نفوذ کمتر در نهادهای امنیتی برخوردار هستند. کارشناسانی که در این تحقیق شرکت نمودند، عطا محمد نور والی بلخ را با نفوذترین والی دانستند و گل‌آقا شیرزوی والی ننگرهار، والی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار و یونس نمنده شهردار کابل را در سطح پایین‌تر نسبت به او قرار دادند. اما گفتند توریالای ویسا والی کندهار در حال قرار گرفتن در میان والیان بسیار با نفوذ است. هرچند بیشتر رهبری خشونت‌ها در افغانستان را مخالفان مسلح دولت به عهده دارند، اما از رهبران طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح دولت در این گزارش نام بردن نشده است. از سوی دیگر تانوز درباره این تحقیق نهادهای دولت افغانستان چیزی نگفتند.